10 تا از عجیب و غریب ترین اکتشافات باستانشناسی در مصر. مصریان باستان در شمال آفریقا آثار باستانی زیادی از خود جا گذاشتند که دارای جنبه‌های تاریک وحشتناکی بودند و برای هزاران سال پنهان مانده بودند. دانشمندان با سفر به تمدن مرموز اونا اکتشافات پیشگامانه‌ای انجام دادند که همه چیزهایی که در مورد این بخش اسرارآمیز از جهان می‌دونستیم رو تغییر داده. هزارتوی مرموز هاوارا رو که هرم سیاه هم می‌نامند، یک مکان باستانیه که داستان‌های دسیسه‌های باستانی توی اون زنده میشه. این سازه عظیم در 60 مایلی جنوب شرقی قاهره دقیقاً در وسط بیابان کشف شده. این هرم حدود 75 متر ارتفاع و شیبی حدود 57 درجه داره. نمای اون با سنگ آهک پوشانده شده که ظاهری خشن و خاکی مشابه قلعه های باستانی به اون میده. در سال 2008 یک سازه زیرزمینی شبیه به طرح پادشاهی قرون وسطا توسط یک تیم باستانشناسی کشف شد. این کارگاه زیرزمینی اینقدر جذابه که هرودوت، مورخ و جغرافیدان یونانی در قرن پنجم هم اون رو یک مجموعه خارق العاده با اتاقهای بیشمار توصیف کرده بود. ساختارهای زیرزمینی هرم سیاه به دو بخش تقسیم میشن. یکی برای پادشاه در ضلع شرقی و همسرانش در ضلع جنوبی. داخل اتاق پادشاه یک تابوت گرانیتی صورتی با نقش مومیایی وجود داره، در حالی که اتاقهای ملکه حاوی تابوتهایی شبیه به تابوتهای پادشاه هستند. همچنین تعدادی از جواهرات اون مانند یک شیشه عطر آلاباستر، دو سر گرز و 7 جعبه به شکل اردک پیدا شد. گفته میشه این اتاقها خانه اوزیریس، خدای فرمانروایان دنیای زیرین بوده. آرامگاه ملکه ناشناخته. با اینکه 100 سال از کشف آرامگاه شاه توت آنخ آمون میگذره، اما هنوزم اکتشافات جدیدی در این منطقه کشف میشه. تیمی از باستانشناسان که توی این منطقه فعالیت میکردن، آرامگاه یک ملکه مصری ناشناخته رو به همراه 300 تابوت کشف کردند که به اعتقاد باستانشناسان متعلق به ژنرال‌های توت و مشاوران اون هستند. هر تابوت داره یک چهره تماشایی برای تشخیص مرد و زنه و با صحنه‌هایی از کتاب مردگان و با متون تدوین مصر باستان تزیین شده. باستانشناسان مصنوعاتی مانند بازی‌ها، مجسمه‌های کوچک و مجسمه‌های خدای پتاسوکار و حتی یک تبر فلزی که در دست یک سرباز مومیایی شده بود پیدا کردند. شگفت‌انگیزترین ویژگی این آرامگاه این بود که این آرامگاه از طلای خالص ساخته شده بود. باستانشناسان اون رو ملکه سلطنتی نیت نامیدن. برخی هم اون رو الهه خلقت یا خدای خورشید مینامند. ردیابی داستان این ملکه و امید به حل رمز و راز اون برای دانشمندان به یک کار دلهره آور تبدیل شده. اون هم به این دلیل که اکثر تدفین های شناخته شده متعلق به دوره پادشاهی قدیم بودن، در حالی که اینا به دوری پادشاهی جدید برمیگردند. بنابراین به صورت راز همچنان باقی ماندند. مرد طلایی. باستانشناسان در گورستان سقاره، پایتخت باستانی مصر در ممفیس، یک مومیایی 4300 ساله پوشیده شده از طلا کشف کردند. این مومیایی که بقایای مردی به نام هکاشپس است، در یک تابوت سنگی مهرموم شده در یک چاه پیدا شد. این مومیایی به طور کامل با ورقه‌هایی از طلا پوشیده شده بود و قدیمی‌ترین فرد غیر سلطنتی مومیایی شده در جهان لقب گرفت. این مومیایی همچنین داره یک تونیک، کمربند، یک نوار روی سر و یک دستبند روی سینه بود که نمادی از ثروتمندان در آن زمان بود. علاوه بر این مرد طلایی، مجسمه‌ها، تلسپ‌ها، ابزار سفالگری و نقاشی‌های دیواری مختلفی هم یافت شد که باستانشناسان بر این باورند این یافته‌ها به سلسله‌های پنجم و ششم پادشاهی قدیم برمی‌گرده. پس از استفاده از روش تعیین قدمت مطلق، قدمت این اشیا
بیش از 4500 سال تخمین زده شد. شهر گمشده طلایی. در سپتامبر 2020 گروهی از باستانشناسان حفاری هایی در کرانه غربی رود نیل در نزدیکی دره پادشاهی آغاز کردند. این مکان حدود 500 کیلومتر با جنوب پایتخت قاهره فاصله داره. طی چند هفته حفاری سازه‌هایی از آجرهای گلی کشف شد که توسط یک دیوار زیگزاگی به ارتفاع حدود 9 فوت احاطه شده بودند. این منطقه به عنوان شهر گمشده یا شهر گمشده طلایی یا آتن شناخته میشه. اگرچه اندازه شهر هنوز مشخص نشده، اما تاریخ اون به لطف هیروگلیف های روی اقلام پیدا شده مشخصه. به عنوان مثال روی ظرفی حاوی دو ظرف گالونی گوشت آبپز سال 37مین حک شده بود، یعنی زمان سلطنت آمنهوتپ سوم. همچنین اقلام آینی دیگری مثل تلزم‌ها، آجرها و سفال‌های رنگارنگ هم کشف شد که مهر سلطنتی آمنهوتپ را داشتند. سنگ روزتا در سال 1799 در 35 مایلی شرق اسکندریه گروهی از سربازان به رهبری پیر فرانسوا بوشار در جریان لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصر، در حالی که در حال حفر فونداسیون قلعه‌ای نزدیک رشید، منطقه‌ای که اکنون به نام روزتا شناخته میشه بودند، به طور اتفاقی به سنگ روزتا برخوردند. این سنگ که تقریباً 1.2 متر طول و 0.5 متر عرض داره، یک لوح بازالت سیاه رنگه که با خطوط باستانی نوشته شده. گفته میشه این نوشته‌ها حکمی است که توسط شورایی از کشیشان نوشته شده که حق یک فرعون 13 ساله به نام بطلیموس پنجم رو برای حکومت بر مصر تایید میکنه. نکته قابل توجه اینه که این سنگ به 3 زبان یونانی، هیروگلیف مصری و دموتیک مصری نوشته شده. توماس یانگ، فیزیکدان انگلیسی، و ژان فرانسوا شامپولیون، پژوهشگر فرانسوی، توانستند کدهای این زبان رو به اصطلاح بشکنند و راز پشت این نوشته ها رو کشف کنند. امروزه سنگ روزتا در موزه بریتانیا نگهداری میشه. اتاق مخفی کشف شده در داخل اهرام بزرگ. بدون شک اهرام بزرگ مصر یکی از عجایب و شگفتی ها در قرن 21 هستند. یک راهرو که مسیر رسیدن به یک اتاق مخفی در زیر وجه شمالی هرم بزرگ جیزه بر این شگفتی ها میافزاید. حتی گروهی از محققین هم با اسکن این اهرام این اتاق‌ها رو تایید کردند. این گذرگاه مخفی توسط یک تکنیک پیشرفته به نام اسکن رادیوگرافی و با استفاده از یک دوربین اندوسکوپی کشف شد. نتیجه اسکن نشون میداد که این گذرگاه میتونه همزمان چند نفر رو در خود جای بده، که باعث تعجب بسیاری میشود که آیا زیرزمین محل تجمع فراعنه بوده؟ امیدوارم این ویدیو برای شما سرگرم کننده بوده باشه و شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینیم.